سلام علیکم، خوش اومدید به یکی دیگه از جلسات مینی دوره رایگان آموزش خط معلمون. تو این جلسه میخوایم اسم زهرا رو با هم تمرین کنیم. چند تا از حروفش رو قبلا خوندیم، این جلسه میخوایم یکی دو تا حرف رو تازه یاد بگیریم. اومدیم توی روستای سقی و یک فضایی که حداقل یک صدای آبی، یک صدای بادی بیاد، یه مقدار این حس حال خوب به شما منتقل بشه. ببینیم چه خبره. خب بریم ببینیم اسم زهرا رو چطور میشه نوشت. اسم زیبای زهرا که البته ما خیلی کار داریم باهاش، یعنی صرفا خود اسم رو ما میدونیم، توی جلسات تاکید نداریم روش، میخوایم در کنار اسم حروف هم یاد بگیریم که بتونیم اسمای دیگه بنویسیم. خب چندین مدل میشه براش نوشت. خب ر تو خط معلو گفتین هم کشیده از هم گرده، ه یه امپراتوری بر خودش، اینقدر مدل مختلفی هست، و الف و اینها. یه مدل سادهش که اکثرش رو خوندیم جلسات قبل، میخوام این جلسه هم تمرین کنیم. خب اول ر، ری که توی حرف توی کلمه زینب با هم یاد گرفتیم، گفتیم اینجا چی؟ چهار عرض قلم میاد بالا، فضای اولیش. حالا برای مرور هم بشه براتون، این از دندونه اول اینجا انسی بلند میشه و هجاشو پر میکن. این قسمتش رو هم گفتیم با همون زاویه تقریبا 70 درجه 75 درجه شروع میکنیم و اینجا با وحشی قلم یه پرتابی انجام میدیم، این پرتابی که قوت به ضعف توش حفظ بشه، قوت به ضعف. خب حالا میخوایم هر، این که تا اینجا زر رو خوب قبلا خوندیم، میخوایم هر رو یاد بگیریم. یه هی ساده رو میخوام بگم که توی جلسات بعدی استفاده کنیم. یه مدل هی چجوریه؟ نگاه کنید، قلم رو با همین زاویه 60 درجه که ما همیشه شروع میکنیم، قلم رو میذارید اینجا رو خط کرسی، اینطوری میرید به سمت بالا، یه دور بهش میدید. نگاه کنید، میرید یه دور، زاویه دست رو تغییر ندادم، یعنی قلم رو نچرخوندم، همین زاویه که هست اومد اینجا، تغییر نکرد. دورش هم دور مناسبی باشه، یعنی همین قد که میری به سمت چپ و راست یه نظمی داشته باشه، خیلی به این سمت نره. یعنی اینجا اگه بررسی کنیم این فضاش فضای چیه؟ لحاظ فضایی مساوات باشه با. خب میریم به سمت بالا. حالا از اینجا رو یک ذره میرید تنوز این سمت، یعنی قلب زاویه میچرخونید دیگه، نکنید تا اینجا زاویه یکسان بود، اینجا زاویه رو میچرخونید به 90 درجه نزدیک میشه، به 90 درجه رو انجام نمیدید. حالا از اینجا با فشار قلم، با فشار وحشی میایم پایین، اینطوری نکنید، از این فضای ذره فاصله داره، تو نوک این انجام نمیدیم، ما نوک یه مدار تو دل اینه. در حقیقت اینطوری بهتون میگم، اونجایی که رفتیم بالا تموم شد، از اونجا میایم پایین، ولی خب یه مدار ادامه میدیم که این فضا فضای بهتری بشه برام. خب این هم اینجا با نوک قلم یه پرتابی انجام بدیم که این فضا بشه برای ما هی که حتما توی خود دیگه هم مثلا نستعلیق دیدید، حتما این مدل مشابهش مدله. خب این مدله، اینو از این جهت گفتم چون توی جلسه بعدی خیلی استفاده میخوام بکنیم ازش، خیلی هم پرکاربردی مدل دیگه اش. البته حالا دوباره همینو میام اینجا سوار میکنیم. من چرا اینجا اومدم تمومش کردم؟ چون میخوام به ر متصل کنم، اتصال ر از اینجا خیلی بهتره. پس یه دونه ر میام اینجا سوار میکنم و همون قواعد و اصول نکنید، از همینجا شروع میکنم نوشتم. اگر مثلا یه حرف اینجا میخواییم بهش متصل کنیم، خب اینو میاریم پایین تر قشنگ دیگه، دست خودم. خب من میخوام چون زهرا بنویسم، میتونم هم اینو بکشم مثل همین، میتونم یه مدل ری دیگر رو اینجا سوار کنم. نکنید اینجا رو با همین ساری میاریم پایین، درست اینجا که قلم گذاشتیم یه پرتابی اینجا ما وحشی ما انجام میده به داخل، به جایی که مستقیمه به داخل میره. حالا اینجا یه مقدار اصلاح میکنید،
به این صورت ز ه ر. حالا میخوام الف رو بنویسم. الف تو خط معلق، خب همتون حتما دیدید الف راست قامت استواریه و اکثرا از این الف استفاده میکنیم. الف واقعا این مداری شاید در ظاهر این مدار سخت باشه نوشتن این الف، ولی خب بسته فضا میتونیم از الف منحنی هم انحنادار هم بنویسیم. مثلا اینجا یک الف انحنادار اضافه کنیم، ولی چون ما میخواییم آموزشی کار کنیم و نکاتی هم تو هر جلسه یاد میگیریم جلسه بعدیم استفاده کنیم، من از الف صاف استفاده میکنم که زیبایی قشنگی به کار ما بده. خب برای الف نکنید انتهاشو فرض میکنیم میخواد بیاد اینجا، پس از اینجا باید عبور کنه دیگه ها، یعنی زاویه که میذاریم، پس میام از اینجا فرض کنیم که شروع کنیم، این به اینجا ختم میشه. خب باز همون زاویه 60 درجه، 60 درجه که داریم مرکب باید بیشتر بردارید بسته به جنس کاغذ و قلم و اینهاتون، مرکب بیشتر برمیدارید. اینجا میایم پایین، نکنید با همین آرامش با همین سرعت نزلف. نکنید قلمی که من شروع کردم، زاویه که من شروع کردم، حالا تا مشابه اون 60 درجه شروع میکنم دیگه، تا آخر قلم زاویهش تکون نخور، فقط قلم رو چیکار که جا به جا کردم، نکنید جا به جا کردم. خب این ز نقطهش، اینم ه، اینم ر، اینم الف. میتونید با یه قلم ریستر، اگر من پیدا کنم، با یه قلم ریستر این قسمت بالاییش رو یک الف کوچولو اضافه کنید که شاید لحاظ بصری جلوه مثلا خوبی به کار ما بده. اینطوری چون تگ اسم هست و اینها مدار شاید با این فضاش فضای قشنگتری در بیاد. اینم زهرا. تو کلمه زهرا ما تو جلسات بعدی با الفش سرکار داریم، با هش کار داریم، همه اینا رو بعدا استفاده خواهیم کرد. خب نکاتش که من گفتم فقط برای این ه نکنید. این مدل ه لحاظ ارتفاعی و به جز آخرش و اولش یه مدار دور داره، این وسطش همون شیش عرض قلمه. از اینجا شروع کنید، اینجا نکنید تا اینجا سه عرض قلم، تا اینجا هم سه عرض قلم تقریبا میشه. این دور بالا پایینش اگه حذف کنیم کلا شیش عرض قلم، با این دوتا دورش میشه هشت عرض قلم، هشت عرض قلم یا هفت عرض قلم. حالا از ارتفاعی این قسمت هم زخامت داشته باشه چون میخوایم متصل بشه و بعد قدرت داشته باشه. برای الف طول الف یا ارتفاع الف بسته به ترکیبتون میتونه متفاوت باشه. ما لحاظ نقطه‌ای میگیم بین 9 تا 12 عرض قلم ارتفاعش. لحاظ عرض قلم میخوام 9 تا 12 نقطه میخوام. حالا این 9 تا 12 رو ضرب در 2 کنید میشه 18 تا 24 عرض قلم. هر نقطه 2 عرض قلم هم داره ارتفاع. یعنی لحاظ عرض قلم 18 عرض قلم تا 24 عرض قلم ارتفاع داشته باشه، ولی خیلی وسواس نداشته باشید که حتما عرض قلم بذارید 24 تا. بیشتر چشمی اینو متوجه خواهید شد. برخی موقع بیشتر نیازه، برخی موقع کمتر نیازه، اون بستگی به ترکیبی که دارید. اینم از اسم زیبای زهرا، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. حتما برای دوستان علاقمندتون بفرستید از این دوره رایگان استفاده کنن و یه حس و حال خوبی رو کنار هم تجربه کنیم ان شاء الله. شاد باشید و معلنویس.